خوش اومدین به بخش آخر این برنامه. توی این بخش میزبان رعنا سیاوشی خواننده هستیم. رعنا برای دنبال کردن رویای خوانندگیش از ایران مهاجرت کرده. امروز خودش اینجاست تا بیشتر برامون بگه، اما قبلش بریم صدای زیباشو بشنویم و برگردیم. یکم تنها شه از جدل دور باشه، رفت که دلش باشه بهونه بود، دلش که سرد شد رفت، یه برگ زرد شد رفت، سمت پاییز ایستاد، از خودش دور افتاد، اون منو از دست داد، دیوونه بود. یه جوری به هم دل بست، هنوز رو تنم جاش هست، الان با یکی دیگه است، دلش یه جا بر نبود. اگه با خودم جنشه یه عمری دلم سنشه، نمیخوام براش تنشه، به هیچی پابند نبود. به به، سلام رنای عزیزم، خیلی خوش اومدی به سمتنو. درود بر شما، درود بر مردم خوب ایران عزیزم. خیلی خوشحالم که مهمون برنامه خوب سمت نو هستم و ممنونم از دعوتتون. قربونت برم. رنا جون، از خودت بگو، کی شروع کردی؟ چطور شد که خواننده شدی؟ چرا خوانندگی انتخاب کردی؟ من رنا سیاوشی هستم. از سال 2019 به طور خیلی جدی فعالیتم رو در عرصه خوانندگی شروع کردم. اولین کارم به شکل موزیک ویدیو بود به اسم نمکگیر که خوشبختانه ریاکشن‌های خیلی خوبی داشت، و کار آخرم قبل از مهاجرتم به اسم لنگر بود که از من ریلیز شد. با تمام مشکلات و چالش‌هایی که میدونید و در جریان هستید که من به هر حال در ایران داشتم، همیشه میگم خوششانس بود. متاسفانه رنوز بچه ما مهمونه ما فکر میکنم که داریمشون نداریم، فکر کنم جمهوری اسلامی همه جا داره ما رو میزن، ولی رنا ایران نبود. میگم چقدر گردنبندش خوشگل بود، دیدی؟ رنا، ما توی حق آواز زنان توی سال گذشته خیلی از رنا کارشو میذاشتیم توی برنامه، ولی خب مثل همه اون عزیزان که داخل ایران بودن فکر میکنم چند بارم براش مشکل پیش اومده بود، ولی خب خودش دوست داشت که همیشه کارش پخش بشه. رنا جون، ما تو رو داریم توی برنامه. نه، داشتم میگفتم من خیلی خوششانس بودم که با بهترینای موزیک پاپ در ایران همکاری کردم. اونا با وجود اینکه میدونستن همکاری با یه خواننده یا زن عواقب خوبی برشون نداره، این لطف رو در حق من کردن و بهترین موزیکا رو برای من ساختن. خیلی ممنونیم از تو رنای عزیز. میخوام من برگردم به چالشایی که داشتیم. مطمئنم مثل یک زن ایرانی چالش های خیلی زیادی در ایران داشتی و سر راهت بوده، از چالشات برامون بگو. نگم براتون دیگه. خب همینطوریش، به عنوان یه زن ما کلی محدودیت ها و چالش ها در ایران داریم. حالا شما فکر کن زن باشی، هنرمند باشی و از همه بدتر خواننده باشی. خب من دوباره فکر کنم قطع شد، امیدوارم خیلی سریع برگرده. بله. شما پارت بعدی هم مهمون داریم درسته؟ دیگه نداریم، تموم شد.
پارسا این دوست عزیز سه تا مهمون داشتیم بچه من خجلم نشون مثل که توی برنامه حضور خوش میگذره به ببین بعد تو قدردانی نمی کنی از من همه منش اینجا کاری میکنم به تو خوش بگذره اومد مهمونم اومد رنا جون هستی؟ بله میشنویم داشتم میگفتم بس شما فکر کن خواننده باشید شاید باورتون نشه ولی با ریلیز هر آهنگم من کلی با ترس و کابوس روبرو بودم و در تمام مدتی که فعالیت داشتم این ترس و کابوس با من بود و متاسفانه در نهایت من با این حکومت زنستیز به مشکل خوردم تهدید شدم و در نهایت متاسفانه مجبور به ترک ایران متاسفیم واقعا همینه دیگه این وقتی میگیم زن و مرد توی ایران واقعا برابر نیستن همینه یک مرد هیچ وقت به خاطر خوندن به خاطر هنرش با هر حکومتی درگیر نمیشه و مجبور نمیشه خاکشو خونهشو زندگیشو ول کنه که به هنرش برسه تهدید جانی نمیشه در واقع یعنی توی ایران تو به خاطر نوع پوشش فعالیتی که میکنی خوانندگی حالا تهدید جانی میشی حالا اول که موقعی که قطع شده بودی من گفتم چقدر گردن من خوشکله یه بارم به خودت بگم ولی میخوام ازت سوال بپرسم که میخوام ازت بپرسم خب شما که حالا تازه از ایران اومدی بیرون حس و حال تو جایی که هیچ فشار و سرکوبی روی حرفت نیست چطوریه؟ به طور کلی خب اصلا آزادی رو و امنیت رو با تک تک سلول‌های بدنم حس میکنم ولی میتونم اینو بهتون بگم که به هر حال طبیعتاً من این حس دلتنگی و دوری رو دارم ولی مدام با خودم همش میگم خب من چه جرمی کردم که به خاطر این خوانندگیم از همه چیزم از زندگیم بزنم و بیام یه کشور دیگه و از صفر شروع کنم با چالش‌ها و مشکلات زیادی روبرو شم ولی به طور کلی اصلا نمیتونم قیاس کنم اون امنیت رو با ایران و با تمام وجودم حس میکنم بله تمام اون خواننده های زنی که از ایران میان بیرون واقعا همین حس و حال دارن رنا جون من ازت ممنونم که امروز مهمون برنامه ما شدی من میخوام حرف آخر ازت بپرسم من میدونم یه پیامی هم داری درسته؟ پیامم برای هم نسلام اینه که در درجه اول به عنوان خواننده زن آرزو میکنم یه حکومت ایدئال جای این حکومت فعلی رو بگیره و اونا بتونن در جایگاه خودشون مخصوصا زنان هنرمند فعالیت بکنن و در درجه دوم میخوام بهشون بگم ایمان رو داشته باشن که به خواسته قلبشون میرسن همونطور که تونستن شعار زن زندگی آزادی رو به گوش کل دنیا برسونم و در نهایت ممنونم که این وقت رو به من دادید و میخوام امروز مصادفه با تولد همسرم میخواستم تولدش رو بهش تبریک بگم و ازش عذرخواهی کنم که در کنارش نبودم و ممنونم ازش که ببخشید ممنونم ازش که این همه دوری و دلتنگی رو به خاطر من داره تحمل عزیزم امیدوارم یه شرایطی پیش بیاد به زودی که کنار هم باشین و از کنار هم بودن لذت ببری و امیدوارم که این عشق یه روزی به عشق شوق تبدیل بشه نه عشق دلتنگی مرسی شیدا جانم خیلی خوشحالم خیلی و امیدوارم برنامه من و تو پاورجا بمونه من برای بار دوم مهمون شما باشم امیدواریم عزیزم خیلی ممنون ازت ما با تو خدافظی میکنیم میبوسمتون مرسی خدا نگهدارتون امیدوارم که همه ما این دوریا به پایان برسه بالاخره یه روزی برای ما مهاجرا خب بریم سر موضوع بعدی